عزیزان بیننده تلویزیون پرتو، درود بر شما. پدرام نواندیش هستم، به همراه همکارانم برنامه نینا مروری بر اخبار جنبش کارگری ایران را به شما عزیزان تقدیم میکنم. امیدوارم علارغم خستگی ناشی از کار و تلاش روزانه همکنون به دیدن برنامه خودتان نشستید. این برنامه بیطرف نیست، جانبدار است، چرا که تاریخ تمام جوامع تاکنونی تاریخ مبارزه و کشمکش طبقاتی است. یک جدال بیوقفه، گاه آشکار و گاه پنهان، میان طبقات استثمارگر و استثمار شونده، ستمگر و تحت ستم، در دوره‌ها و جوامع مختلف در جریان بوده است. این جنگ و جدال طبقاتی که منشأ اصلی تحول و تغییر در جامعه است. جامعه معاصر علارغم تنوع و گوناگونی وسیع مشاغل و تقسیم کار گسترده، به طور کلی بر محور دوردوگاه طبقاتی اصلی کارگران و سرمایه‌داران که رو در روی یکدیگر قرار گرفتند سازمان پیدا کرده. در این جنگ طبقاتی، یعنی جنگ میان شما کارگران و توده‌های کارکن و خالق تمام ثروت‌های اجتماعی با سرمایه‌داران، ما کمونیستا، ما که به یک دنیای عاری از ستم و بهره‌کشی طبقاتی باور داریم و برای آن مبارزه می‌کنیم، در اردوی شما میلیون‌ها انسان کارگر و توده کارکن جامعه قرار داریم. از زاویه منفعت شما، انسان‌های شریف، به نقد جامعه سرمایه‌داری معاصر به عنوان آخرین، مدرن‌ترین، پیشرفته‌ترین و در این حال گندیده‌ترین شکل جامعه طبقاتی می‌پردازیم. اما در هفته‌ای که گذشت، به دنبال چندین روز اعتراضات گسترده کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان و ادامه این تجمعات اعتراضی، حوالی ساعت 4 بامداد روز پنجشنبه گذشته 30 آبان ماه، مزدوران رژیم اسلامی 4 نفر از کارگران معترض این کارخانه را دستگیر و به زندان دستگیر در شمال اصفهان منتقل کردند. جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری اسامی 4 نفر کارگری است که توسط نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامی بازداشت شدند. پس از چندین روز از بازداشت این 4 نفر کارگر معترض کارخانه پلی اکریل، مراکز امنیتی رژیم اسلامی به طور غیر رسمی کارگران معترض این کارخانه رو مورد خطاب قرار دادن و گفتند که تا زمانی که کارگران کارخانه اعتراضات خودشونو خاتمه ندن، این کارگران را در بازداشت نگه خواهند داشت. یکی از کارگران معترض اعلام کرد که هر گونه تصمیمی در خصوص ادامه اعتراضات و یا خاتمه دادن به اون بر عهده مجمع عمومی کارگران است که در محیط کارخانه تشکیل می شود. خانواده کارگران بازداشتی به نقل از مسئولان قضایی رژیم اسلامی گفتند که برای 4 کارگر کارخانه پلی اکریل قرار بازداشت 2 ماهه صادر شده. کارگران باید بدونن فشار و اعتراضات اونها بر مدیران و مسئولان رژیم اسلامی در اصفهان، رژیم هار اسلامی رو وادار به چنین واکنشی کرده. تحمیل خواست بر حق کارگران کارخونه فقط و فقط از راه تشدید مبارزات اونها میسر خواهد بود. خاتمه دادن به تجمعات اعتراضی بدون حصول نتیجه، راه را برای تعرض بیشتر نیروهای امنیتی رژیم به کارگرانی که پراکنده شدن باز خواهد کرد. خواست آزادی کارگران دستگیر شده، پایان دادن به تعدید کارگران از سوی نهادها و نیروهای امنیتی رژیم اسلامی علاوه بر دیگر خواستهای کارگران بر حق است. یادآور می شوم که سیاست ارعاب کارگران دیر زمانی است که نخنما شده و به کار بستن آن از سوی رژیم اسلامی، علاوه بر آن که نشانه ضعف نیروهای سرکوبگر رژیم اسلامیه، صفوف کارگران معترض را نیز فشرده تر خواهد کرد. چنانکه مجمع عمومی کارگران پس از تهدیدات کارگران از سوی نیروهای امنیتی اعلام کرده که تا ظهر روز سه‌شنبه منتظر آزادی 4 نفر همکار خودشون هستند. در صورت آزادی رفقای کارگرانشون، حتی اعتراضاتشون رو در محوطه کارخونه ادامه خواهند داد. کارگران دستگیر شده بدون قید و شرط و هیچ اما و اگری بلا فاصله باید آزاد بشن.
در رابطه با اعتراضات گسترده کارگران پلی اکریل و بازداشت 4 نفر از کارگران معترض این کارخونه، رحمان حسین زاده رئیس دفتر سیاسی حزب کمونیست کارگری ایران حکمتی است، میگوید نقش کارگر در تولید اهرم قدرت طبقه کارگر است. چه آن زمان با به گردش درآوردن چرخ تولید جهانی را می‌سازد و چه آن زمان در مقابل استثمار و نابرابری و ناهنجاری و برای تحقق مطالبات برحق خود چرخ تولید را می‌خواباند. سرمایه‌داران و دولت‌های سرمایه‌داری از جمله در ایران همین نقطه قدرت طبقه کارگر را در مبارزه نشانه رفتند. انواع ترفندها، پروپاگاند وارونه و انبوه و تحمیق و دروغ و تولید افکار حاکمه و بکارگیری کل دم و دستگاه سرکوب علیه مبارزه کارگری بخشا در راستای زدن همین نقطه قدرت طبقه کارگر است. این جزء پدیده جا افتاده جدال طبقاتی دنیای معاصر است که حق طلبی کارگری از جمله در خواباندن چرخ تولید و سازماندهی اعتصاب کارگری تجسم پیدا می‌کند. کارگر معترض و مبارز در این زمینه نباید تردیدی داشته باشد، نقطه قدرت خود را باید بشناسد و با تمام توان آن را علیه سرمایه‌داران به کار گیرد. اعتراض تاکنونی کارگران پلی اکریل نیز نه با پرهیز از خواباندن تولید، بلکه برعکس با خواباندن تولید و اقدام به اعتصاب کارگری ولو کوتاه مدت برای تحقق مطالباتشون و آزادی فوری دستگیر شدگان جان تازه‌ای می‌گیرد و چه بسا پیروزی به دست می‌آورد. با این اقدام به علاوه شگرد ضد کارگری اخلال در روند تولید اشایافته توسط سرمایه‌دار و کارفرما و دولت سرمایه‌دار نیز خنسا می شود. در همین رابطه سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه با صدور اطلاعیه‌ای حمایت این سندیکا را از اعتراضات و خواستهای به حق کارگران پلی اکریل اعلام کرد. در اطلاعیه سندیکای شرکت واحد اتوبوسرانی آمده است با خبر شدیم 4 نفر از کارگران زحمتکش پلی اکریل اصفهان که به دلیل دفاع از حقوق صنفی و امنیت شغلی خود و دیگر کارگران اعتراض کرده بودند، توسط نیروهای نظارتی بازداشت و با پرونده سازی تحویل مقامات قضایی شدند. عدم وجود نماینده واقعی جهت پیگیری و احقاق حقوق کارگران و عدم توجه مسئولین به خواسته های به حق این قشر زحمتکش کارگران را با این مشکلات روبرو کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه ضمن اعلام این مسئله که جای کارگران در زندان نیز حمایت کامل خود را از خواسته های کارگران بازداشتی اعلام می دارد و دفاع از حقوق صنفی را حق مسلم همه کارگران می داند. خواستار آزادی بدون قید و شرط همه کارگران زندانی بخصوص 4 کارگر زندانی پلی اکریل اصفهان است. و اما خبر دیگر، به دنبال پاسخ منفی وزیر کار رژیم اسلامی به درخواست هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضای کارگران مبنی بر تشکیل جلسه شورای عالی کار جهت افزایش دستمزدهای کارگران، صبح روز یکشنبه 3 آذر ماه تعدادی از کارگران شاغل و بازنشسته در محوطه وزارت کار رژیم اسلامی تجمع اعتراضی برپا کردند. بنابر اعلام اتحادیه آزاد کارگران، 300 نفر از کارگران شاغل و بازنشسته از کارخانه‌های تهران برای حضور در تجمع اعلام آمادگی کردند. در حال ورود به محل تجمع بودند که عکس العمل شدید نیروهای امنیتی رژیم را به دنبال داشته و به ضرب و شتم 3 نفر از اعضای اتحادیه آزاد کارگران دست زده و با خشونت پلاکاردها و پارچه‌های نوشته‌های کارگران را از آنها گرفتند. پروین محمدی در جمع کارگران معترض گرد آمده در محوطه وزارت کار در خیابان آزادی گفت چگونه میتوان با دستمزد 487,000 تومان زندگی کرد؟ پروین محمدی آنگاه با بیان اینکه هفته گذشته مسئولان وزارت کار با استناد به پاسخ منفی که پیشتر از سوی دولت احمدی نژاد به نویسندگان تومار اعتراضی کارگران جهت بازبینی دستمزدها داده شده بود
اینا نیز به خواست بر حق افزایش دستمزد جواب ندادن، خواستار افزایش دستمزدها بر اساس واقعیت‌های اقتصادی شد. پروین محمدی که خود از هماهنگ کنندگان تومار 40,000 امضایی کارگران است، در جمع کارگران معترض در محوطه وزارت کار رژیم اسلامی گفت عدم بازبینی دستمزدهای کارگران بر مبنای واقعیت‌های اقتصادی در حالی ادامه دارد که بهبود وضعیت اقتصادی مردم و تقویت قدرت خرید مزدبگیران یکی از وعده‌های انتخاباتی دولت حسن روحانی بود. کارگران شاغل و بازنشسته که صبح روز یکشنبه در محوطه وزارت کار به نشانه اعتراض به پایین بودن سطح دستمزدها تجمع کرده بودند، همچنین خواهان پایان دادن به قراردادهای جدید خرید خدمات بیمه تکمیلی شدند. بنا به گفته پروین محمدی، مطابق قانون الزام هیچ بیمه شده ای شاغل و یا بازنشسته ای بابت نیازهای درمانی خود و خانواده‌اش نباید هزینه ای بپردازد. به دنبال برخوردهای خشن نیروهای امنیتی با تجمع اعتراضی کارگران، تعدادی از کارگران مجبور به رفتن به داخل سالونی تحت نام مسجد شدند. بی‌اعتنایی مسئولان وزارت کار رژیم اسلامی به اعتراض کارگران موجب شد که کارگران مجدداً به محوطه وزارت کار بازگردند. جعفر عظیم‌زاده از همان کنندگان تومار 40,000 امضای قطعنامه تجمع اعتراضی کارگران را قرائت کرد. در قطعنامه به خواستهایی از جمله افزایش دستمزدها تاکید بر لغو قرارداد جدید خرید بیمه های تکمیلی، لغو طرح استاد شاگردی، صدور بخشنامه هایی از سوی وزارت کار مبنی بر جریمه کارفرمایانی که دستمزدهای کارگران را با تاخیر پرداخت می‌کنند شده است. و اما خبر دیگر، کارگران تعمیرکار مجتمع گاز پارس جنوبی در اعتراض به کاهش دستمزدهاشون طی 6 ماه گذشته برای چندمین بار طی سال جاری مقابل دفتر عباسی مدیر عامل این مجتمع تجمع کردند. دستمزدهای 500 نفر کارگر تعمیرکار این مجتمع به بهانه تبدیل وضعیت آنها از قراردادی به رسمی کاهش‌های بین 500 تا 1 میلیون تومان داشت. این کاهش ها مربوط به ماهای اردیبهشت تا آبان ماه سال جاری است. یکی از کارگران با اعلام اینکه کارگران تعمیرکار مجتمع گاز پارس جنوبی در ماه شهریور در خصوص مشکلاتشون به مدیر عامل و مدیران عامل پالایشگاه‌های این مجتمع و حتی وزیر کار رژیم اسلامی نامه اعتراضی نوشتن گفت هنگامی که کارگران از نوشتن نامه اعتراضی نتیجه‌ای نگرفتند و مدیران و مسئولان بی‌اعتنایی کردند، 80 نفر از کارگران در اواخر همان ماه شهریور مقابل دفتر شعبانپور مدیر عامل قبلی مجتمع گاز پارس جنوبی تجمع اعتراضی کردند. شعبانپور مدیر عامل قبلی وعده داد که دستمزدهای کارگران را تا پایان مهر ماه به حالت عادی باز خواهد گردان و حتی در دوم مهر ماه در این خصوص بخشنامه‌ای هم صادر کرد، اما فیش حقوق کارگران در آبان ماه هیچ تغییری نسبت به 6 ماه گذشته نکرده بود. این مهم تشدید اعتراضات کارگران را به دنبال داشت. در ادامه تجمع اعتراضی کارگران، مدیر عامل مجتمع گاز پارس جنوبی مجبور به مذاکره با تعدادی از کارگران تجمع کننده شد و در این مذاکره عباسی مدیر عامل کنونی این مجتمع وعده داد تا 3 روز آینده 6 ماه دستمزدهای 500 نفر کارگر تعمیرکار این مجتمع را پرداخت خواهد کرد. و اما خبر دیگر، صبح روز یکشنبه 3 آذر ماه یک کارگر نوجوان 17 ساله از روی داربست فلزی طبقه ششم ساختمان دانشکده مهندسی برق و مکانیک واقع در دانشگاه امیرکبیر تهران سقوط کرد و متاسفانه جان باخت. عرفان ممیزاده نام کارگر نوجوان 17 ساله ای است که در حین کار و بر اثر سقوط از داربست فلزی جان باخته است. به دنبال مرگ دلخراش این کارگر نوجوان، 300 دانشجوی دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اعتراض به عدم اجرای ابتدایی ترین حقوق انسانی کارگران که حتی همین قانون ارتجایی رژیم اسلامی نیز مجبور به تصریح و بیان آن شده، مقابل ساختمان ابوریحان دانشگاه امیرکبیر تجمع کردند.
مطابق ماده 84 همین قانون کار ارتجاعی رژیم اسلامی، حداقل سن کارگران برای مشاغل و کارهایی که ماهیت آنها برای سلامتی زیان آور است 18 سال تمام می باشد. به گفته یکی از دانشجویان که خود شاهد سقوط کارگر نوجوان بوده، وی فاقد وسایل ایمنی از جمله کمربند مخصوص برای کار روی داربسته های فلزی بوده. ما جان باختن این رفیق کارگر را به خانواده او و طبقه کارگر ایران تسلیت گفته و نظام سرمایه‌داری و حکومت هار اسلامی را مسئول مرگ این نوجوان 17 ساله میدونیم. و اما خبری هم از کارگران پیمانی پالایشگاه آبادان. اوپک، سازمان کشورهای صادرکننده نفت، هر سال بر حسب تولید نفت هر کشور و متراژ حفاری انجام شده به هر کشور عضو مبلغی را به عنوان پاداش می‌پردازد که هزینه این پاداش‌ها از درآمدهای حق عضویت اعضا تأمین می‌شود. این پاداش‌ها در میان کارگران نفت به پاداش‌های اوپک معروف است. سهم هر کارگر نفت از این پاداشا از 250 هزار تومان تا 600 هزار تومان متغیر است. قطعا مدیران وزارت نفت و کارچاکنهای رژیم اسلامی در این وزارتخانه مبلغهای کلانی را به جیب میزنند. اما بیش از 3000 نفر کارگر پیمانکاری پالایشگاه آبادان از این حق محروم هستند. سیامک ملک، نایب رئیس اتحادیه کارگران پیمانکاری پالایشگاه آبادان، ضمن اشاره به دستمزدهای پایین بیش از 3000 نفر کارگر پیمانی پالایشگاه آبادان میگوید پالایشگاه آبادان در پرداخت سهم کارگران پیمانی خود از این پاداشا خودداری میکند و به گفته سیامک ملک مبالغی که میبایست به چند هزار کارگر پیمانی به عنوان حق اونها پرداخت شود از سوی مدیران پالایشگاه آبادان به وزارت نفت بازگشت داده میشود. و اما خبر دیگر، علارغم گذشت 8 ماه از سال، هیچ کارگر ساختمانی در شهرستان رباط کریم از سوی سازمان تامین اجتماعی بیمه نشدند. به گفته امیر عباسی، عضو هیئت اجرایی تشکل دولت ساخته خانه کارگر رباط کریم، تاکنون 800 کارگر ساختمانی برای استفاده از بیمه تامین اجتماعی در این شهرستان ثبت نام کردند، اما مسئولین تامین اجتماعی رباط کریم از بیمه کردن آنها خودداری کردند. مطابق قانون ارتجاعی رفع موانع اجرایی بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی که سازمان تامین اجتماعی را مکلف میکنند، با دریافت حق بیمه کارگران شاغل در کارهای ساختمانی را به طور کامل بیمه کنند. اما با گذشت بیش از 8 ماه از سال، هنوز هیچ کارگر ساختمانی در این شهرستان تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار نگرفته است. ما در برنامه‌های قبلی نیز گفتیم که این قانون ضد کارگری و در جهت منفعت سرمایه‌داران و دولت اسلامی اونها هستش. سهمیه بندی کردن بیمه تامین اجتماعی برای کارگران ساختمانی در حالی هستش که بنا به گفته معاون پارلمانی سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر دولت و اشخاص حقیقی و حقوقی بیش از 60 هزار میلیارد تومان به سازمان تامین اجتماعی بدهکارند. ما میگوییم بیمه کامل کارگران در مقابل صدمات و خسارت ناشی از کار، اهم از این که در محیط کار و یا خارج آن رخ دهد و بدون اینکه کارگر نیازی به اثبات قصور کارفرما و یا مدیریت داشته باشد. ما میگوییم پرداخت حقوق کامل بازنشستگی به کارگرانی که در نتیجه صدمات ناشی از کار توانایی کار کردن را از دست میدهند. و اما خبر آخر، تعداد 75 نفر از کارگران کارخانه رنگین نخ سمنان چند ماه است که دستمزدهای خودشون رو نگرفتن. از 75 نفر کارگر کارخانه رنگین نخ سمنان که در زمینه رنگرزی و تولید الیاف فعالیت دارد، تعداد 50 نفر از آنان رسمی بوده و 25 نفر دیگر از کارگران کارخانه قراردادی هستند. کارگران رسمی کارخونه مدت 3 ماه و کارگران قراردادی مدت 5 ماه است که دستمزدی نگرفتن. کارفرمای کارخونه رنگین نخ علاوه بر چند ماه دستمزدهای کارگران سنوات، ایدی و پاداش سال 91 که آنها را نیز پرداخت نکرده است.
سرمایه‌دار مذکور، با وجود آنکه هر ماه مبلغی را به عنوان سهم کارگران از دستمزدهای اونها کسب میکنه، اما از پرداخت حق بیمه کارگران کارخونه خودداری کرده و به این ترتیب لبه دیگر قیچی یعنی سازمان تامین اجتماعی نیز از صدور دفترچه‌های بیمه کارگران و خانواده‌های آنها خودداری کرده. کارگران این کارخونه دارای سوابق کاری تا 20 سال هستند. تعداد 14 نفر از کارگران این کارخونه که اخیراً امکان بازنشستگی با مشاغل سخت و زیان‌آور رو به دست آوردن به دلیل فواصل بیمه‌ای و ممانعت کارفرما در پرداخت سهم 4% خود، امکان بازنشستگی رو از کارگران گرفته. از اینکه تا این لحظه همراه برنامه خودتون بودید از شما سپاسگزاریم. برای ما نظرات و پیشنهادات خودتون رو به آدرس tvparto@gmail.com ارسال کنید. همواره شاد و سلامت باشید.